سلام بچه ها، به ویدیوی جدیدمون خوش اومدید. توی ویدیوی امروز میخواییم در مورد سه بازیکن جوان شبهای مافیا صحبت کنیم که در سن کم فوت شدن. اولینشون شهرام عبدالی هستش که در 29 اردیبهشت سال 1355 در خانواده ای ترک زبان و اردبیلی در تهران به دنیا اومد. اون یک خواهر و برادر داشت. تا دوران نوجوانی در قلعه مرغی ساکن بودن و بعدها به اکباتان رفتن. همسر شهرام عبدالی سالومه شاهروخی نام داره که دوتا پسر دارن. شهرام عبدالی در مشهد در پروژه سریال خانگی به نام آسوده باش حضور داشت که در هتل دچار سردرد شدید و سرگیجه شد و به بیمارستان قائم مشهد مراجعه کرد. بعد از سی‌تی اسکن مغز مشخص شد که دچار خونریزی مغزی شده و بعد از چند ساعت به حالت کما رفت و در روز شنبه 6 اسفند سال 1401 در بیمارستان قائم مشهد درگذشت. دومین بازیکن جوانی که از دنیا رفته هم عرشا اقدسی هستش. متولد 14 اردیبهشت سال 1361 در تهران که از کودکی به ورزش علاقه داشت. سال 1384 موفق به گرفتن بورسیه تحصیلی رشته تربیت بدنی شد و میخواست به ایتالیا سفر کنه، ولی با دیدن یک آگهی برای دوره‌های بدلکاری با پیمان ابدی آشنا شد و در ایران ماند. عرشا اقدسی 6 مرداد سال 1400 در جریان همکاری با یک پروژه سینمایی در بیروت هنگام ضبط صحنه‌ای مربوط به چپ کردن ماشین به علت اشکال فنی و محاسباتی از لحاظ ایمنی غیر استاندارد چارچوب و ستون خودرو و در عملیات بدلکاری دچار حادثه‌ای سنگین شد که به دنبال اون رو به بیمارستانی در لبنان منتقل کردند و در 13 مرداد 1400 در بیروت درگذشت. با رضایت مادرش، اعضای بدن عرشا اقدسی جهت پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد. سومین و آخرین نفر هم حسام محمودی هستش. متولد 1 فروردین سال 1365 در تهران. حسام مدرک کارشناسی ارشد رشته کارگردانی تئاتر رو از دانشگاه تربیت مدرس داره. حسام محمودی بازیگری رو از سال 1391 با بازی در فیلم خسته نباشید از سینما آغاز کرد. حسام محمودی 12 اردیبهشت سال 1402 در سن 37 سالگی به علت ایست قلبی درگذشت. بازی در نقش رستگار از سریال سوران آخرین نقشیه که این بازیگر در آخرین روزهای زندگیش در عرصه هنر بود که هنوز پخش نشده. خب بچه ها، از اینکه تا اینجای ویدیو همراهمون بودید ازتون ممنونم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.